خب شب شما بخیر باشه بینندگان عزیز و ارجمند. اولا که رئیس محترم فدراسیون کشتی علی آقای دبیر، البته میدونم دکتر هست، میدونم رئیس فدراسیون هست شأن و منزلتش، ولی برای من همون علی دبیر روی تشک کشتی سیدنیه که خب بالاخره اون افتخارات اون فریم برای ما تو ذهنش مونده. قبل از اینکه علی دبیر شروع بکنه و چیزی بگه، من بگم خدا شاهده، خب تو طول سال همواره با این منهای فوتبال من همش درگیرم، خدا رو شکر به مدد ورزش و مردم. یکی از رئیس فدراسیون هایی که حالا ببینه اصلا اینا برای تملق و چاپلوسی و اینجور چیز هست، نه تو کار منه، نه کسی این وصله ها به من میچسبه، نه، ولی میخوام بگم که من و علی دبیر رو هر کسی دیگه ای رو روی بعضی از خصوصیات اخلاقیمون ممکنه که همه تفاهم نداشته باشن، یه دی نسبت بهش گارد داشته باشن، ولی خداوکیلی روی ولع، هرس و تلاشی که داره میکنه برای مجموعهش، کاشکی همه رئیس فدراسیون ما نسبت به مجموعهشون اینطوری بودن. این رو میتونم بگم، یعنی این که بره بکنه بیاره تلاش بکنه، آقا با هر نیتی، مخالفم زیاد داره میدونم، الان میگن اونا هرچی، ولی آقا این همه مجموعه، این همه کار، این همه تلاش، مثلا چقدر واقعا باید فرق بکنه؟ شما فکر کردید امین میرزازاده را امروز نشون دادیم تو صفحه فدراسیون جهانی اتحادیه جهانی؟ یعنی مثلا اتحادیه جهانی واقعا خودش چیز کرده، براش لابی کردن، زنگ زده گفته که آقا اینو بذارید اونجا، واقعا دمش گرم. این رو به عنوان روحی و چی، یعنی یه چیزی گفتم دیگه بقیه رو نتونی بگی، امروز خلصلاحت کردم علی آقا، آقا خیلی خوش آمدی، اینو گفتم که دیگه بقیهش رو خودت صحبت کنی، خیلی خوش آمدی، تبریک سال جدید و موفقیت ها. بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، هموطنهای خوبم، قبول باشه طاعت و عباداتشون، انشالله یک دو روز آیندم بگیرن، بالاخره این ماهی که خدا میبخشه و میده. شما رو هم دعا بکنم، بالاخره ما آدم گناهکاری هستیم، این شخص حقیر هم دعا بکنن، تسلیت هم میگم بابت این اتفاقاتی که برای شهدای بزرگمون در سوریه افتاد، عزیزای شهدای امنیتمون، بچهای فراجا، ارتش، سپاه، ناجا، همشون واقعا تسلیت میگم، تبریک میگم هم به مردم عزیزم هم به خانواده هاشون. ممنون که دعوت کردید. خواهش میکنم آقا، خیلی پرتلاشید، کشتی سال موفقی رو گذرونده، به سبب اون سال موفقیت آمیزش هم توی چندین بخش نامزد داره حالا، و به نظر من که اول از 402 بگیم که سال خوبی بوده. من میدونم که اگه به شما بود میگفتین 4 تا کمه، ما توی 10 تا بخش باید نامزد باشیم، ولی دیگه گفتن که تنورم گرم بشه به بقیه هم یه چیزی برسه، همه رو کشتی نگیر. اگه بخوایم امام حسینی حرف بزنیم، حرف شما درسته، اگه بخوایم واقعیشو بدن، بخوام همه رو بدن به کشتی. من گفتم امام حسینی. ببینید سال 1402 من کمترین، من اصلا نه فدراسیون ما، اون تیمی که داره زحمت میکشه، من که وظیفه‌م این کارا، ما تو نونهالان آزاد و فرنگی قهرمان آسیا شدیم، جهانی نداشته. نوجوانا ما دو تا فدراسیونیم، دقت کنید، آزاد و فرنگی. ما امروز تیم آسیاییمون رفته، تیم آزاد فرنگی داره میره، آقای 7 میلیارد پول بلیتمون شده، 200,000 یورو هم نقد دادم بردن اونجا واسه ثبت نام. 70 تا سفر داریم ما، این یه سفرشه، حساب کنن مردم. بله میدونم این هزینه ما چجوریه. بعد ما دو تا فدراسیون، نون حالان شدیم قهرمان آسیا، دو تا رشته. نوجوانان آزاد و فرنگی هم قهرمان آسیا شدیم، هم قهرمان جهان شدیم. جوانان هم قهرمان آسیا شدیم، هم قهرمان جهان شدیم، هر دو تا رشته. امید نداشتیم که همیشه ما آسمان اولیم. امید به ما ویزا ندادن، ما همیشه اول میشیم. سالهای قبل همیشه آزاد و فرنگی، آسیا اینقدر سطحش پایینه، ما دیگه اصلا تیم نمیبریم. جهانی هم همیشه اول میشیم، امیدا، هم آزاد هم فرنگی. بزرگسالان با 5 تا طلای ما، با 10 تا مدال ما، کارمان از 13ام 14ام اومد 6ام 7ام، هر دو تا تیم اول شدیم. جهانی تو سربستان آزاد و فرنگی هر دو تیم ما دوم شده. هم تیم آقای درستکار بعد قهرمان دنیا میشد، هم تیم آقای رنگدست. واقعا اشتباه کرد، سر یک دو تا اشتباه ریز تیمای ما شده دوم. کدوم فدراسیون تو ایران و تو دنیا همچین افتخاراتی رو آورده؟ روسیه تو کشتی خیلی خوبه، برید 70 سال گذشته شو ببینید. نه خب من کامل کنم آقا پیمان، کدومشون؟ ولی چون اینا از علی دبیر از اعتقاداتش خوششون نمیاد، بعد خبرای دروغ خار کنن. علی دبیر اینو پوشید، علی دبیر
رسانه دستشونه، تاش به کی میخوره؟ به صهیونیستا خوششون نمیاد. اصلا بس منم مهم نیستا، من اسم شما خیلی راحت بگم. من مخلص همه اینجوری میگه، اونا هم میرنجنا، همه که نمیشه. مالا شاید بعضی هم نیتشون خیر باشه، همین منطقه دارو. به یه موقع من یه گناهی کردم، بابتش باید کتک بخورم. میشه بگید من چه اشتباهی کردم؟ یکیشو شما بگید. من یه بار با هم نشستیم صحبت کردن، یکیشو به من بگید. مثلا به دروغ میزنن؟ من نمیدونم از... من کامل از بگید بگم. مثلا میگه اصلا نباید ما بحثمون اینا نیستا. مثلا شما تو خوب مثلا میری یه جا جلسه شما همیشه کت شلوار تنته؟ طبیعتا نه، خدا خیرت بده. خب منم همیشه قرار نیست کت شلوار تنم باشه. کت شلوار تعریف داره. اصلا یه سوال یه جور دیگه میخوام بگم، این عرفه یا شرعه؟ عرفه دیگه، شرعه که نیست. من خلاف شرع کردم مثلا نپوشیدم؟ نه، میخوام ببینید یه موقع از من خدای نکرده خلاف شرع میکنم، بعد پوست منو بکنن. ولی به دروغ میونه چیزایی رو مینویسن، بعد پشتش هم رسانه‌هاش معلومه کیان، اون برای آبن. اصلا بدون اینکه بخونن پخش میکنن. منم میگم خدایا راضیم به رضای تو. یه نکته دیگه بگم، ما مخلص مردم هم هستیم. من به خدا جدی میگم، من مردمم رو دوست دارم، عاشقشونم. ولی اینی که میگم حرف دلم، خدا رو شکر نمیدونم، ان شاءالله که اینجوری بمونم. من اگه همه مردم فوشم بدن، هم بکنن، یا همون مردم تشویقم بخونم، به خدا ذره روم اثر نداره. اون کاری که باید انجام بدم انجام میدم، حتما اون کار واسه من واجب، اون کاری که من موظفم مکلفم انجامش بدم میدم. یعنی اگه همه وایسن یه طرف، میگم من خدا را دارم، همه یه طرف وایسن، من خدا میگم خدا به توکل به تو. فقط میخوام شما بدونی آقای من جمله همی... ولی من بدم یه جای اجازه بده که یه جاشو یه جاشو آقا پیمان اومدم من خودم اعتراف کردم، عذرخواهی هم کردم. آقای پولادگر عزیز شلو به حق این شبا، ما که از ایشون گذشتیم، ایشون هم از ما بگذره. ایشون یه اشتباهی کرد، بودجه ما رو سیف کرد، منم یه اشتباهی کردم، اون اتفاقات افتاد. اونو خودم هم ناراضی بودم. اونو فکر میکنی که مثلا به عنوان یه پیشکسوت یا مثلا بزرگتر؟ ببین من شما بگم، من به عنوان بزرگتر به اون این کارو نکردم. اون بودجه کشتی رو سیف کرده بود. من داشتم از جامعه هم دفاع میکردم. شما دعوات برای قسمتت بود. برای من حقوق بگیر نیستم. من پول بلیط مسافرت من تنها رئیس فدراسیونم به جرات. ببینید تو 5 سال 3 تا 4 سال سفر رفتم، 3 تا 4 تا پول بلیطم هم الحمدلله خودم میدم. من واسه خودم امکان ندارم، من روحیه ندارم، دوره کشتیم هم همین بودم الحمدلله. برم بگم اینو به من معلومه بدید. بیشتر شما خب چیزی می اضافه میکنید تا اینکه بخوای چیزی اینو میفهمیم. ولی حق و حقوق جامعه کشتی و مردمی که دلشون به این خوشه، منو گذاشتن به من رأی دادن. من منتسب که نیستم، من منتخبم، باید بودو هم تلاش بکنم. میگم به خاطر این میگم، من امیدم و نگاهم به کسی دیگه است، ان شاء الله اون راضی باشه. درست. حالا اینو گفتی، چون فردا به من بچهای رسانه و اینا ممکنه بگن که اونجا چرا شما نگفتی اینو، اینو بگم. مثلا میگن علی آقای دبیر سر مثلا اگر میره استقبال جایی چیزی، شاید این تعریف اون کت شلوار تو اونجا میگنجه ها. مثلا استقبال از بچه‌ها رفتی فرودگاه رفتی جایی؟ نه، نرفتم تا هیچ جا. و کجا دیدن منظورش رو میخوام بگم، همه اونا نیتشون بد نیست. بذم اصلا داستان رو به شما بگم. ببین داستان اون شلوار چیز بود دیگه، شوال آمریکایی. اولا بدون من بچه جنوب شهرم، اصلا با شوال آمریکایی میگن دیگه. ما اصلا با اینا بزرگ شدیم. یک دوم از شما بعید شما شلوار آمریکایی میپوشید. نه همین شلوار شیشی منظورمه، منظور شلوار شیشیه. این دوم بچه بودیم میگفتن شلوار آمریکایی اینجا جا افتاده. ببینید داستان چی بود. رئیس فدراسیون مجارستان، چهار بعد از اون ما با هم جلسه رسمی داشتیم تو سفارت ایران تو مجارستان، چهار بعد از اون اونجا. اینا دو 12 زور به من زنگ زدن که گزنده گفت رضا ما نزدیک توییم و دو بیایم نهار پیشت. گفتم من لباسم مناسب نیست، ما چون بنایی هم داریم، هم بنایی داشتیم، هم سر تمرین بچهای تیم ملی من بعد برم، بس نمیشه همش کت شلوار پوشید، هم سر کار برم. گفتم من لباسم مناسب نیست، من لباس این همین لباسم مناسب نیست. مجلس سایدیفر هم بود. بعد رئیس فدراسیون گفت آقا تو، منم با شلوار جینم عکسش هست، هم اون هم مجید با آستین کوتاه بودم، با شلوار جین بود. حالا عکس اومدیم یه آقایی، نمیخوام بگم مریض، حالا یه آقایی که ذره مشکل داره، ان شاء الله خدا هممون عاقبت به خیر بکنه، عکس گذاشت گفت آی ببینید استقبال از این بابا. اون یه دفعه اومده پیش من که نرفتم پیش اون، مثلا جلسه اینا اون 400 زدم گفت من نهار پیش تو بخورم، بعد از اونش هم بعد کت شلوار از همونجا من پوشیدم رفتیم جلسه سفیر.
اصلا میخوام بگم این بوده. اصلا خونه آخرش آقای یوسفی، اصلا من سوالم اینه ما چرا اینقدر به عرف عادت داریم؟ آیا جهازیه چند میلیارد به دختر بدن واجبه که پدر مادر رو خجالت بکشن؟ این شده عرف، کسی بیاد خلاف این عمل بکنه همه پشتش حرف میزنن. ما یه خلاف شرع کرده، ما شرع رو ول میکنیم و میشستیم به عرف. من اون کار رو نکردم، میدونی چی میخوام بگم؟ ولی خب مینویسن چی بگم؟ یا مثلا حالا دیگه ولش کن حالا دیگه آره دیگه من حالا من که نگفتم که آره شما خودت این ولی اینو نمیشه منکر شد. یا یه عده آدما هستن که یا علی دبیر رو خیلی دوست دارن و یا علی دبیر رو خیلی دوست ندارن، یعنی حد وسط نمیدونم چرا اینجوریه، یا اینورین یا اونوری این داستانه یه خورده. در حالی که ما هی داریم تاکید میکنیم روی عملکرد شما، روی مثلا خروجی کار شما، نمیدونم از وقت من نه دلم به اینا خوشه نه دلم به اونا خوشه، والله میگم. داری کار خودتو میکنی خیلی خوب. بسیار من بعد جای دیگه جواب بدم، امیدوارم اونجا سرم بالا باشه. بالاخره یه روزی حقایقا این برم نشه، یه روزی حقایقا روم میشه دیگه. شما هم دیگه روحیت اینا میکنیم. من مثلا اگه بیام یکی دو نفر به من بگه که اینو این رنگو نپوش، میگم حالا که اینا دوست ندارن خب این رنگو نمیپوشم، ولی ممکنه علی دبیر میگه آقا من خوشم میاد این رنگو میپوشم. حالا چه دو نفرم بگن یا نگن، این حرفا بده ولی ابی نداره. من واسه خدا سعی میکنم حرف بزنم. من 17 سالم بوده برندباز بودم، من ته بازی رو دیدم، هیچی نیست، تش سادگیه، تش هیچی نیست. چجوری بگه؟ یه موقع مثلا یکی ندیده، مثلا نداره، گرفتین چی میخوام بگم؟ به حق این شبای عزیز خدا یکی 2% از این بصیرت و عزیزی. چیز ایشون رو به بنده هم اعطا بفرماید، بلند بگید آمین. خدا من چی بگم؟ ما خودم در به دامونیم آقا. من چی بگم؟ ببین اون بچه هایی که منو میشناسن، نوع لباس پوشیده منو دیدن، ببینی آدم حالا شاید به خاطر سن من قبول دارم که واقعا کاشکی آدم مثلا گونی بپوشه ولی کار کنه، کارش آره کارش درست باشه، ولی مثلا کت شلوار خیلی شق و رق درست هم بپوشیم، خیلی آداب هم رعایت بکنیم، خروجی کاری برای مردم نداشته باشیم، یعنی اولویت یه جای دیگه است. آره فقط به مردم اینو بگم، من هر جایی بودم چه تو کار قبلیم تو شورا، چون دیدم دو تا آدم سیاسی اومدن یه حرف خنده‌دار می‌زدن، خواستم بهشون میگم شما چی کار کردید واسه این مردم؟ چی کار کردید؟ من دوران قهرمانی معلومه. خدای حالا خودت گفتی میگم، تو این جلسات شورا هم بعض وقت عصبانی میشدی وسط جلسه نه. از این نمازهای مستحبی میخوندی که بگی آقا من میگم. اصلا شما رو کاری بکار شما دنبال یه چیزی بگی آخه نه خود آقا عزیز من ایها الناس به خدا خودت من میگم ازش تعریف کردم خودت بردی یه جای دیگه به خدا تقصیر من نیست علی آقا آخه خودت میگی آخه تنش میخوره خودت هم الان بگی دست شما در نکنه باش ایشون به من گفت من هیچی ندارم ما حرمت شما رو زحمتکش به گردن کشتی حق داره هر چی به من بگه رو سر من شما بابت این میکروفونی که دستتون دنیا شما باید همین برام جواب بدید فکر نکن مثلا یا کسی به کسی تیکه میندازید مثلا نه به خدا نه به اون خاطر من کلی دارم میگم گفتم اونجا هم به عنوان اعتراض از این کارا کردیم با هم صحبت کردیم نمیدونم دوستان دارن میشنون آقای خسروی چی شده بابا بیا با من نه ما ببینید یه میشه یه تایمی پلاتویی بدید یه چیزی پخش کنید علی آقا چی شد ناراحت شدی الان آقا من چیزی نگفتم به خدا آقای یوسفی نه بذارید این جملهش تموم بشه بریم یه بخشو پخش کنید آقای دبیر من این همه ازت تعریف کردم چیزی نگفتم من گفتم ببینید به خدا خوب نیست فکر نکنید مثلا این حرفایی که شما میزنید وایرال بشه بابا به خدا ما خیلی حرفامون وایرال میشه به خدا نیازی نداریم به وایرال شدن این حرفا علی آقا گیر الان میدونید چیه گیر آدما خودمو میگم که آدم گناه مثلا یه سری به من میگن تو ریا میکنی بابا مردم من انقدر گناه دارم اگه خدا ستر رو بیشو برداره من پهن کف خیابونم یه لحظه شما تیکت رو انداختی بذار من دیگه حرفامو بزنم ایراد آدما میدونید الان چیه ایراد آدم ها اینه که دنبال فالوورن حتی شما میگی برنامه هم دیده شه من مجری هم بعد یه الان اینجا بگم شما الان مثلا فرض کن من ناراحت شده باشم میتونی جواب بدی؟
نه ولی میتونم اگه ناراحت شده باشی میتونم در محضر همین مردم بگم علی آقا منظوری نداشتم شما منو ببخش. ببینید اینو که میتونم بگم که شما مقام معظم را یه حرف قشنگی زدی رو با دانشجوها، گفت مراقب حرفاتون تو فضای مجازی باشید. بشین بالاخره مرجع تقلید اداره سیم میگه. من میگم شما هم که مجری، اون کسی هم که منم که هستم باید باشم. یه دفعه چیزی نگیم خدای نکرده به کسی بر بخوره. میدونی چی میخوام بگم؟ من تمام اگه من چیزی گفتم که ناراحت شدی یوسفی. نه من ناراحت نشدم. در محضر همین مردم شرمنده عذرخواهی میکنم. آقای یوسفی. به عنوان چیز شرعی و روابط دوتا مؤمن و مسلمان دارم میگم. آقای یوسفی بحثمون علی آقا اصلا خودت رفتی سمت این قصه ها. من بعد وقت از تعریف کردم از عمل کرد و رفتیم چیز. مگه من سوال کردم اینا رو علی آقا؟ من عادت دارم آقای یوسفی اسم شما بگم. من به اینکه امثال شما میخواین وایرال بشین عادت دارم. مثلا دیدم چند روز پیش من میخوام وایرال بشم. من چند روز پیش دیدم که یعنی یه چیزی بهم نشوندن دو تا آدمی که تو سیاست بودن. حالا من که خیلی هم ندیدم ایشون تو سیاست. به یکیشون زنگ زدم چون حس میکردم بچه مسلمونه، حالا اون یکی که حالش معلوم نیست. مثلا گفت آقا این رفته اونجا میخواد چیکار کنه؟ بهش زنگ زدم فلانی من یه سوال ازت بکنم. تو کارت حرف زدنه دیگه. گفتم 40 سال چیکار کردی واسه این مملکت؟ بس دیگه چقدر حرف میزنید؟ نشستی اونجا فقط در مورد اینه اون چی کار کردی؟ خدای منو ببخش، خدای منو ببخش، خدا منو ببخش، بازم خدا منو ببخشه. من هیچ موقع این حرفو نمیزنم. فقط بهش گفتم که من فقط مدالام از وزن شما بیشتره. اون فقط یه حوزه قهرمانیمو بهش گفتم. اون چه حرفی میشینید؟ گفت من چی کار کنم؟ نمیخوام کاری بکنی. من مثل تو آبروزی هم نمیکنم. خودم بهت زنگ زدم. تو آبروی منو توی یه جمع بردی. حالا شما خواهشم اینه، شما مجریام اگه میخواین واقعا حالا بگذاریم بریم سراغ برنامه آقا پیمان. به نظر من سراغ بحث بریم، بحث خودمون بریم. علی آقا رو بازم دارم میگم، من در حضور مردم از ایشون به عنوان یک شخصا، من نه به عنوان مجری به قول ایشون افتخارات ایشون رو دارم، نه اصلا خدا را هم بالا سر شاهد میگیرم، اگر به دنیا و آخرتی اعتقاد داریم، من این بحثا رو برای وایرال شدن نگفتم. من رو به اندازه خودم علی آقا میشناسم به خدا. از اولم با پلاتوی چی شروع کردم؟ از این همه تعریف و تمجید از علی دبیر برنامه ورزش بخون. مردم شما رو هم اومده بودم. آره همیشه هم تشویق بودم. یکی شروع من با شما این بود که تیکه به من نندازید. تیکه نبود. ببین آقای یوسفی، آقا اینو به عنوان فرض کنید که آقا پیمان من یه ایراد بزرگی دارم. معلوم شد که نسبت به اون قصه خاص حساسیت خاصی داشتم. منظورم 4 سال قصه بوده، یه برنامه نبوده. من یه ایرادی دارم، مردم محترم منو ببخشن، منو ببخشن. من دروغ بلد نیستم بگم، با خودم وعده الهیه. من امکان نداره دروغ بگم، همه میدونن. من تو شورام که بودم می‌خواستیم رأی بدیم، به من گفتن به کی رأی می‌دی؟ گفتم من به این می‌خوام رأی بدم. همین سری هم که ما یه بحثی بود انتخاب، همه گفتم مثلا یه نمی‌خواستن یکی رأی بده، من بهش رأی دادم. به همه تو من به این رأی دادم. اون لحظه شاید ناراحت بشن. اون شما میگی اون بچه‌هایی که به سری مثلا بهتون نزدیکن، من اونایی که منو نزدیک میشناسن روحیات منو میدونن. من علی دبیر چیزی بگه همونه. من دودوزه بازی واقعا بلد نیستم. وعده که با خودم منظورم این نبود. الان یک بار دیگه آقای از شما نگید، خواهش می‌کنم نگید این حرفو. آقا دیگه ببین چند بار روی آنتن آقای یوسفی واقعا نلهی به حق نگید. من ناراحت عزیز من قصدم این نبود که شما رو بخوام تیکه بندازم. من عادت کردم شما یکیشی. من تو این چند سال عادت کردم. من مسیرمو انتخاب کردم، مسیرم رو انتخاب کردم، دارم راه هم میرم. ولی این همه تعریف از موفقیت های شما خوشحالیم. ببینید شما بگم به خدا من از این حرفی که شما کشتی آوردی خوشحالیم. من وظیفه قبل برنامه چی گفتم؟ گفتم اون رئیس اتحاد جهانی کشتی حیف ما مردم رو نباید. خب همون من چیکار کنم؟ شما به خدا من رفتم سراغ چیز؟ این آقا پویام که الان اینجا پشت سر واسطه خیلی نگران ما رو نگاه میکنه، من که دیدی چه جوری اومدم. علی آقا خودش بحثو یه خورده برد به اون سمت، منم مجبور شدم از طرف اهالی رسانه اونو بگم. میدونی علی آقا از اینجا من چیزی هم نگم برم میگن شما با آقای دبیر بستی یا مثلا ترسیدی ازش هیچی نگفتی. این رو هم ببین آخه من که این همه از شما تعریف میکنم، در مقابلش ممکنه بگم هم یه جایی من یه ایراد دارم دیگه. غیر از این علی آقا من هر چی بخوام صحبت کنم حتما تو حرف از شما کم میارم. نه اصلا خدا وکیلی هیچی نیست. شما بگم یه ذره مردم رسانه رو دقت بکنن، یه ذره دقت بکنن متوجه میشن. یه رسانه علکی میخواد مثلا پهلوون بسازه، همون رسانه میخواد از من کریم شیرهی بسازه، مهم نیست.
واقعا مهم نیست. نه اینجا رو نمیگم، نه این رسانه ملی خودمون رو میگم، کلی دارم میگم. گرفتین چی میخوام بگم؟ مثلا یه حرکتی رو که شاید مثلا میگم شما انجام میدید، مثال شما رو میزنم، بیاد آهنگ مثلا زورخونه و آهنگ فلان، وای ببین این پهلوان، جهان پهلوان یوسفی چیکار کرد. حالا یه حرکت کوچیکترشو که من میکنم، یه دفعه یکی مثل شما بیاد تو برنامه، آقا این مثلا اونجا آقا یه لحظه خب دوربین لانگو بده کارگردان عزیز، من میخوام بلند شم و نه من بگم این رو در حضور مردم، برای اینکه ادامه بحثمون خیلی شخصی نشه علی آقا، چون میخوام از موفقیت‌های کشتی صحبت کنیم. آقا من با مردم صادقانه بگم، دوربین لانگو داده، بیا ببینم، پاشو بیا ببینم. بیا آقا این علی آقا، من به چه زبونی بگم که ایشون خیلی خوبه، کاراش هم خوبه، قصد منم اونجا تیکه انداختن نبود. بیا بزرگوار این آقا لطفا بشین دیگه. از این بیشتر بابا همچین میگه؟ تو گفتی این همه من ناراحت شدم، گفتی برای وایرال، واقعا برای وایرال شدن این کار نکردم. ممکنه مثلا برای آره دوست داریم که فضا بشکنه، یا این تیکه انداختن منظور این نیست، به خاطر این بوده. حالا میخوای تمومش کنیم؟ بگو بریم یه بخشو بعد ببینیم. بفهم حضرت علی رو که میدونی چرا نذاشتن سقیفه خلیفه بشه؟ درسته، یکی از موضوعاتش میگفتن که مثلا شوخی میکنه، این چیزی که مثلا تو نوشتن دور ما شوخی داریم، تبسم داریم، خنده داریم، ولی واقعا خب اگه یه درصد هم فکر میکردم این همه شما رو ناراحت بکنم، به خدا اگه میگفتم به جان تک به سرم، اگه میدونستم این همه شما رو دیگه تک به سرم و من از دیگه چیز نیاوردم، نمیذاریم من صحبت کنم. حالا من ناراحت نشدم، ما وعده با هم کردیم شما تیکه نندازید. خب من به دوستانم گفتم، نه گفتن که وارد فضاهایش چیز نشین. ببین آقا پیمان، شما شوخی با من تا صبحم بکنی، من خیلی جنبه دارم. یه فکر کنم از این موضوع خاص نه شده. نه به خدا، من تیکه به همه حالا بگذاریم بگم تمومه. ما یه شما وقتی میگی نبوده تمومه، به نظر من وقت رو میگذرونیم، یه بخش رو پخش کنیم، برگردیم فضا عوض بشه، با آقای دبیر راجع به کشتی میخوایم صحبت کنیم. باش بفرم. خیلی از در واقع بخشایی رو که دیدید، ما همچنان دعوت میکنیم که دوستان عزیز به همه نامزدها تو همه بخشا رأی بدید. یا مثلا فقط به خاطر یک نفر که میرید، خواهش میکنم به بخشای دیگه هم رأی بدید، بذارید آمار این قهرمانای ما بالاتر بره. هر رأیی که شما میدید، اون قهرمانی که هست، به خصوص امسال سال المپیک هم هست، خیلی هاشون در رده‌های جهانی و اینا میان مطرح میشن، حتما در واقع انرژی زیادی میگیرن از رأی‌های مردم. نامزدهای بخش کشتی هم بگین، به قول علی آقای دبیر میگفت اگر میخواین، اگر میخواستن که راست و حسینیش باشه، باید خیلی بیشتر از اینا میشد. امین میرزازاده در بخش آقای ورزش ایران با کد 109، تیم ملی کشتی آزاد جوانان، تنها تیم قهرمان جهان در سال 402 با کد 405. حسن رنگرز سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی در بخش بهترین نامزدهای مربی سال، کد 301. امیررضا معصومی در بخش قهرمان فردا کد 507. علی آقای دبیر، تابلوی قشنگیه به نظر من، یک بله. بخشی از در واقع خروجی کشتی در سال 402 رو نشون میده. بله، من از جمله شما رو اول اصلاح کنم، تنها تیم قهرمان جهان ما نیست، یکی از تیمای قهرمان جهان ما ما همه ردا قهرمان دنیا شدیم. جوانان، نوجوانان، آزاد و فرنگی. نه من با این حساب که مثلا منظورم از کشتی رو در مقایسه با دیگران در نظر گرفتم، ولی در کشتی رو اسی در مورد شاخصه ها صحبت کنم. ما اول باید ببینیم که انتخاب مردمیه یا انتخاب خاصه. حالا این برنامه شما احتمالاً انتخابش مردمیه در بخش تا اینجایی که به این نامزدا رسیده، بخش فنی بوده، شما در جریانید. حالا میخوام بگم از این به بعدش مردمه. آره. ولی شاخصایی که میخوام بذاریم، مثلا بیایم در مورد اول قهرمان سال صحبت کنیم که آقای میرزازاده و رقباشونه. من خواهش میکنم که دوستانی که میخوان رأی بدن، واقعا شاخصا رو در نظر بگیرن. بله یه نفر والیبالیست خوبیه، فوتبالیست خوبیه، حالا کشتیگیر خوبیه، جودوکار خوبیه، خروجیش چی بوده؟ آیا تیمشون قهرمان آسیا شده؟ تیمشون قهرمان جهان شده؟ یا خودش آوردهش چی بوده؟ اول میخوام بگم خروجی خودش رو ببینن. امین میرزازاده 2 سال بدون باخته.
فوق‌العاده است. بدون باخت هم قهرمان جهان شده، قهرمان بازی آسیایی شده، قهرمان آسیا شده، هر رنکینگی هم رفته طلا گرفته. دو سال هم از نباخته. آیا داریم تو فوتبال، تو والیبال، رشته‌ای همچین چیزی رو داریم؟ نه. تیمش هم قهرمان دوم دنیا شده. چون مثلا این حالا مثلا این لیوان اسمی ما بدیم به این رأی بدیم، نه شاخص بذاریم واقعا. اگه می‌خوایم واقعا انتخاب بکنیم، شما آره نگرانتون از اونه که متوجه میشم مثلا مردم علاقه شون ممکنه همینجوری به فوتبال یا به چیزای دیگه بیان منصفانه رأی بدن. من منظورشون اینه، شاخصه یعنی این دیگه. شاخصه یعنی که واقعا اگه بخوایم ببینیم یه نفر فقط میتونه تو ایران الان با امین میرزازاده، با همه احترامی که برای همه ورزشکارا قائلم، یک ورزشکار فقط میتونه با ایشون رقابت کنه، اونم امیرحسین زاره. دقیقاً این هم هر میدونین اول شده اونم شده، اون اول شده اینم اول شده. اولین بار آقای دبیر بعد از مدت ها ما دو تا سنگین وزن آزاد و فرنگیمون تازه با دو تا رزرو خوب، یعنی دو تا یدک چهار تا رزرو تازه سه چهار تا حالا مثلا اون فردین و چیز خیلی نزدیک. من در مورد آقای میرزازاده چیزی دیگه هم به شما بگم. من فکر میکنم از نظر اخلاق من تو 40 سالی که تو کشتیم مثل ایشون ندیدم، واقعا ندیدم. خیلی با اخلاق، ذاتن پهلوونه، مثل خیلی ها نمیخواد فیلم بازی کنه، ذاتن این بچه اینجا ما از نزدیک خدمتش بودیم. اصلا شما دیدین، شما توی رفتار اصلا یه سنگین وزن اصولا ذره تنبلن دیگه. شما این بچه رو به هفته صبح بلند میشه، منظم نظم کاراشو میکنه، برخورد اجتماعیش، رفتارش، تمرین کردنش، واقعا یه جنتلمنه به تمام معناست. خانواده خوب، اصلا ریشه دار، پسر خوب. بعد آقای میرزازاده بیست دیگه به شما بگم تو این قهرمانی ها یه چیزی که خیلی باز تو شاخصه ها مهمه، تداوم قهرمانیه. ایشون 4 رده قهرمان دنیا شده، ما نداریم، فقط امیرحسین زاره رو داریم، یکی دو نفرن اینجوری هن. حتی حسن آقای یزدانی که یکی از بزرگای الان کشتی ماست، یا مثلا حمید سوریان تو همه رده قهرمان دنیا نشدن، شاید دوم شدن توی رده مثلا نوجوانان، یا حمید نشده، خود من نشدم نوجوانان، امیر میرزازاده نوجوانان، جوانان، امید، بزرگا 4 رده قهرمان دنیا شده، واقعا بی‌نظیره. سر و صدا اومده. یه مشکلش فقط کاش که اون لوپزه رو فکر میکنید میشه کاریش کرد، اون 4 سال یه بار میاد برای المپیک و اینا. ببینید بالاخره امین میرزازاده نگاه داره دیگه، نگاه بزرگی داره. این آدم آقای میرزازاده واقعا حیف. ببین من اگه واقعا کسی رشته دیگه که از ایشون کسی بهتر بود حتما میگفتم. چون اینجا اومدن و گفتن که هیئت انتخاب و اینا میگفتن خود آقای دبیر و فدراسیون نظرشون این بود که برای اینکه رأی ها نشکنه و اینا یه نفر انتخاب کنن، وگرنه میتونست میشه. من سپردم به ایشون و امیرحسین زاره. واقعا ما بعد این دوتا رو انتخاب میکردیم، این دوتا هم هی با هم تعارف میکردن، این واقعا هیچکدوم نمیومدن، نه این میومد نه امیرحسین زاره. آخر امیرحسین زاره به احترام دو سه سالی که امین آقا بزرگتره، ایشون هم پهلوانی کرد دیگه، امین قبول کرد، امین هم نمی اومد، واقعا قبول کرد. این اصلا نگاهشون خیلی اخلاق مدارن بچهای کشتی. من الان تیم واقعا بچهای ما خیلی خوب. در مورد تیم ملی جوانانم من فکر کنم علتی که شما انتخابشون کردید، هیچ تیم ملی سه بار تا حالا قهرمان دنیا نشده. بار شما اگه مثلا شما گل فوتبالی هتریک کرد، شما تیم فوتبال ما یه نوجوان یه انگلیس برزیل رو برد، چیکار کردیم؟ آه شلوغش کردیم، یه دونه برد بعد یه بالا هم نیومد. گرفتی چیکار کردین؟ قبول دارم اینو. آره سه ساله داره قهرمان دنیا میشه این تیم. آقای کاوه هتریک کرده، بعد تیمی که میره 6 ماه قبلش وقتی جمع میکنه تیم نیست، تو 6 ماه تیمو جمع میکنه میاره. این هم تیم جوان فرنگیمون هم 4 ساله شده ها، چون پارسال آقای با وفا شد دیگه، امسال شما ظاهرا آقای کاوه رو تیمتون انتخاب کرد. در مورد آقای رنگرز هم به شما بگم، آقای رنگرز اگر میخواست تو کار مدیریتی بمونه فکر میکنم الان میتونست معاون وزیر باشه، جزو گزینه‌های واقعا شخصیت. ما اینجا بهش گفتیم، گفتیم آقای دبیر ولت نکرد، گفت آقا اینجا لازم این شخصیت مدیریتی داره. بعد آقای یوسفی آدم جای آقای بنا میخواد کار کنه خیلی سخته. مثلا این اومده جای جسارت این که جای اون بیای قبول جای محمد بنا اومده که نذاشت اصلا خلأش احساس بشه دیگه، من اونجام. بعد شما نگاه کنید تو دو سالی که حسن آقا اومده هر جا رفته تیمش اول شده، هر میدونی رفته جز جهانی امسال که واقعا بعد تیمش اول میشد. یه اشتباهی که از کشتیگیرای ما که من کشتیگیر هنوز نبخشیدم زد، یه اشتباه اون کشتیگیر تیم این آقا قهرمان دنیا نشد، شد دوم دنیا. هر جا تیمو برده تیمش قهرمان شده.
بعد میبینید مثلا من میگم شما میخواهید مربی انتخاب بکنید یا مربی میخواهید انتخاب کنید، خواهشم اینه ببینید اگه فوتبال جام جهانی رو نگاه بکنید، شاخصه جام جهانی آسیا چی کار دوستان کرده؟ دوستان مربیای رقیب آقای رئیس یاد نمیارن؟ نه چون میخوام مردم، چون خدا نکنه من بعد از صنف خودم دفاع کنم میکنم. ولی خدا رو بعد در نظر بگیرم شاخصه ها رو بگم. آقای رئیس تو ورزش‌های انفرادی المپیک رو ببینید، اگه یه ورزشی خوب بود یا باید جام جهانی داشته باشه یا باید المپیک داشته باشه، همین کافیه. دوستان میخوان رأی بدن ببینن اون رشته المپیکی هست یا نه، یا فوتبال ما تو جام جهانی، نه حالا فوتبال ما سطحش در حد آسیاست، مثلا در تو آسیا چی کار کرده تیم آقای رنگدست، تیمش قهرمان دنیا جام جهانی بود، خیلی سخت جام جهانی فرنگی با 4 تا جوان تیم برد قهرمان جام جهانی کرد، دو سالی که اومده 2 سال با فاصله هر رنکینگی رفته تیم اول کرده، یعنی میخوام بگم انصافا بعد آدم بچه خوب با سواد دکتر مدیر بوده، جدی دارم میگم، مثلا دیروزو داشت دیروز رفت، من امروز اومدم انقدر سر حسن را رفیقم هست انقدر سر حسن به شوخی غور زدم با اصلا نمیرم دیگه، یعنی میخوام انقدر خودش بچه پاکاریه انصافا داره زحمت میکشه، من ازش ممنونم، واقعا ممنونم. امیر رضا میستم برده امیر رضا معصومی هم بگم، همه میگن از شانس بدش، من میگم از شانس خوبت، چرا شانس بدت؟ یه امیر حسین زاره است تو وزنش، این خودش ستاره است، ولی خب یه سوپر استار، یه ابر ستاره تو وزنشه، باعث میشه که یه قله بلندتر تعریف بشه، بدوی دنبالش، هم این باعث میشه اون خودش رو بکشه، هم اون اینو داره میکشه. مثالش من و محمد آقای طلایی بودیم، من تو روزی که محمد آقای طلایی حریفم بود همیشه خوب بودم، موقعی که اومدم وزن عوض کردم حریفان بذره یه مثل اون نبودن دیگه، مثل اون موقع تمرین نکردم، این یه نعمت آقای معصومی بتونه از امیر رضا رد بشه، خب این میشه قهرمان. یعنی میخوام بگم اونم بچه الان 19 سالش، امیر رضا بچه 19 ساله است، ماشاءالله نزدیک 2 متر هم قدشه و آینده خوبی هم داره. ما فرنگی هم همین حالت رو داریم واسه امین، فردین هدایتی رو داریم، بله آقای یوسفی رو داریم، اونور 2-3 تا دیگه سنگ وزن خوب داریم. ما هر موقع یوسفی تو کشتی برسیم به اینکه 5-6 تا این تیپی داشته باشیم، تیممون میتونه قهرمان جهان المپیک بشه و انصافا ما مثلا تو همینجا تیم بزرگسالانمون میتونست هم آزاد باشه هم فرنگی، تیمای نوجوانانمون باشه، تیمای امیدمون باشه. حالا دوستان به خاطر 3 بار قهرمان جهانی که شده کشتی آزاد جوانان رو انتخاب کردن، مثلا تو فدراسیون چون نمیتونن قایم بکنن میگن فلانی خوب ساخته، فقط اینو چون نمیتونن قایم بکنن، نه در مورد کار آخه کارهای نرم افزاریتون هم خوبه، ما میدونیم که ما تو داوری رسیدیم به مدرس، یه مقدار راجع به دستاوردهای دیگه تون هم صحبت، بعد از آقای خالدی ما رسیدیم به مدرس، بعد آقای خالدی نداشتیم، الان آقای مسلحی پور رسیده به اونجا. تو بحث اعزام ها ما امسال فکر میکنم اعزاممون شده 700 تا، ما تو عملکرد مالیمون فکر میکنم از شاید 70% فدراسیون ها عملکرد مالیمون بیشتر بوده. علی آقا برای کرسی های جهانی تو اتحادیه جهانی کشتی اینام یواش یواش به نظرم یه اقداماتی میکنیم یا نه؟ چون اونجا هم لازم حقمون رو نخواه، من بعد به شما این ضعف منه. چرا؟ ببینید ضعف منه، من گردن کسی نمیندازم. ببینید یعنی دیگه چهره ها و مهره های بده، من توضیح بدم، واقعا بهترین گزینه واسه اونجا الان خود منم. خب نه، ولی من آدمی نیستم که روحیم به اونجا بخوره، واقعیتشه. ببین نه آدم ببین تو به کسی... خاطر کشورتون باید برین. نه خب میگم روحیه من اینجوری نیست، من مسافرتی نیستم. آها اصلا من 7 ماه پیش صربستان رفتم، چه با آقای هاشمی چند ماه پیش صربستان رفتیم 48 ساعت، من 3 روزه رفتم کرواسی و با صربستان 3 روز، یعنی مثلا چین همه راه میره اروپا دو تا کشور بره 3 روزه برگرده، یعنی مردم واقعا. یعنی من بعد یعنی خارج کشور دوست نداری بری زیاد؟ من اصلا مسافرت رو دوست ندارم، نمیتونم، خوشم نمیاد، مثلا رو من 9 حالا دو تا من 9 و نیم 10 شب میخوابم. تازه شما تو این لابیا 9 شب شروع میشه، بس من حالوصله ندارم به وقت چیزام، آره من اونجا بعد من حالوصله ارتباط گرفتم با این چیزا رو واقعا ندارم. ببین ایراد منه ها، روحیه به این روحیه من نمیخوره، هر کدوم از دوستانم معرفی میکنیم حالا بعد وقت بذارن بیان برن
مثلا اون جایگاه جواب شما رو نمیده، یعنی اونجوری که شما مثلا نمیتونید از یه کسی حمایت کنید بره اون مثلا چرا ما الان دو سه نفر داریم حمایت میکنیم، انصافا هم کمکمون میکنن. ما حتما یعنی میگم اون کرسی برای ایران داشته باشیم، داریم دو سه چهار نفری که اونجا به ما کمک میکنن، خیلی مهمه، ولی خودمون بشیم یه چیز دیگه است. بله اون توی چیز دیگه آدم است. بله بشی چیز دیگه نه، ضعف منه اینو بدون تعارف، ضعف فدراسیون ماست. بعد مثلا ما یکی دو تا گزینه داریم، حقیقتش یکی دو تا گزینه داریم خوبن، میتونن رأی بیارن، جامعه کشتی اونا رو قبول نداره، اسم نمیخوام بیارم. یعنی ما اینجوری هم داریم تو جامعه کشتی، هم میخوایم یکی رو معرفی کنیم بعد بره بیاد. الان جامعه کشتی معمولا هیچ کس رو پیدا نمیتونی بکنی که روش اتفاق نظری. جامعه کشتی معمولا چند پاره است، یه خورده اینجوری هست دیگه. ولی یک نفر نمیتونی پیدا کنی همه قبول بکنن. ولی حرفتون رو من قبول دارم. این ضعف هم حالا بگیم مدیریتی، ضعف شخصیتی. نه چرا به شما ارتباط نه نه میگم کلا همیشه نه واقعیتیه. تو کشتی یه ده پیشکسوت و اینا اصلا هیچ کس رو قبول نداره. این نقد به من وارده. یعنی اگه من روحیاتم یه جور بود که دوست داشتم مسافرت و برم ببین آدمی بودم که بخوام انگلیسی صحبت کنم، با اون ارتباط بگیرم، با این ارتباط بگیرم، مثلا واقعا خیلی از این مهمونای مثلا خارجی میخوام بیام، من به ربا میگم من کارم واجب تره، سر تامین واجب تره، تو برو جلسه بذار. خب این 10 تا رأیه، من واقعا نمیرسم. یعنی حالش رو واقعا مثلا بشینم چی بگم، ولی کرسی لازم داری. ولی میگم خیلی آدم لابیمنی نیستم، رک با آدم رک بودم، اما یه دفعه چی میگم خراب میشه دیگه. بعد بشینی 4 تا چاخان ماخانم بگی به اینا، من بلد نیستم، به روحیه من نمیخوره. خیلی خوب، خدا رو شکر خندید، یه ذره خندید، من دلم بالا اومد. نه چون چاخانو گفتم خندم گرفت. به چاخان خندش گرفته، به من نخندیده ها، همچین عبوسه. بزرگواری علی آقای عزیز، راجب المپیک دوست دارم که یه خورده صحبت بکنیم. راجب اوزان بحث روز اینه که آیا حسن یزدانی میرسه نمیرسه، آیا قراره که این شنیده های ما که با توجه به اینکه آذرپیرا اونجا یه سهمیه برای ما گرفته، کامران ممکنه بیاد و اینجا اگر ممکنه حسن یزدانی نرسه، اصلا اینجا میتونیم یه چیز دقیقی بگیم و نقشه راه چیه برای این قصه؟ ببینید این که اولا چرخه تیم ملی نوشته شده، ولی من همیشه اینو میگم، ما فقط تو این دنیا قرآن رو نمیتونیم عوض کنیم. شما بر اساس حتی مراجع تقلید بودن فتوا میدن، به روز فتوا میدن، مثلا دین شیعه واسه چی زنده است؟ یکی بحثش همین فتواهایی که مراجع محترم تقلید میدن. ما چرخه تقلیدم میگم، چرخه تیم ملی هم نوشتیم و یه جوری هم نوشته قابل تغییره. اما در مورد حالا وزن 86 و 97 بعد کادر فنی بیان توضیح بده، ولی من تا جایی که بتونم و میگم دیگه، بعد منتظرم ببینم کادر فنی چه گزارشی میده. نکته اول یادمون نره که آقای یزدانی واقعا یکی از قهرمانای بزرگ تاریخ کشور ماست و نداریم یه آدمی که انقدر خوب کشتی بگیره، انقدر خوب باشه. این نکته اول. نکته دوم، خب کتف حسن آقا از 3 جا عمل شده، عمل ساده ای نبوده. ما بعد اول بذاریم حسن آقا، چون اول قرار بود که چیزی که دکترش گفته، قرار بود 4 ماه تو اسفند بیاد رو دوشک، بعد یه دفعه شد اردیبهشت. اردیبهشت حالا ما بعد ببینیم حسن آقا بیاد روی دوشک. ما تمام دو وزنه و اینا کادر پزشکی چی میگه؟ میگن ممکنه برسه، آخه بالاخره المپیک فشارتن. آقای یوسفی تا تمرین کشتی نکنه، ببین من کتف عمل کردم دیگه، مثلا چون میگم چون شما هم کتف عمل کردی دارم میگم دیگه، مردم عزیز مثلا این دست چپم اگه تا اینجا بیاد، ببینید دست راستم اینقدر عقب، اینجا بیشتر تکون نمیخوره. راست عمل کرد. خب کتف باید بتونی تمرین کشتی بکنی. من باید ببینیم وضعیت خود ما، حتما حسن آقا باشه تیم ما قویه. یعنی چی میخوام؟ یعنی تیم قوی میشه، بعد ببینیم ایشالله اردیبهشت ما بیاد رو دوشک، تازه مرور رو شروع بکنه. بعد تو دو سه تا حالته که مهمه، اصلا این کتفش چی جواب میده؟ خیلی مهمه، ما که از خدامونه. ولی میگم ممکنه، یعنی این نگرانی ها وجود داره که میگم من از همه نگرانترم اگه نرسه. زمان کم آره نه یادتون باشه، از همه نگرانتر خود منم. وقتی میخواست عمل بکنه، من اومد تو اتاق من همه رو بهش گفتم،
گفتی ممکنه مرحله به مرحله رو بهش گفتم. من خب این عملو که من 3 بار کتف عمل کردم، حتی من موقع یه حرفی زدم خیلی ناراحت شدن، آه چرا میگی من دروغ بلد نیستم. گفتم آقا تا حالا هیچ دکتری تو ایران نتونست یه نفر رو تو کتف خوب کشتیگی رو یه کشتیگیر خوب و درست بلد، شما کتف فوتبالیست فوتبالی اون با کشتی نمیگیره که اون هد میزنه و میشوته، یعنی میخوام بسکتبال تو سر حریف که نمیزنه، یه توپ میندازه. یه کشتیگیر بعد از عمل کتف به روز اولش برنه. تو ایران نتونستیم برگردونیم، واقعا نتونیم، یه نفر نمیتونن اسم ببرن. من 25 سالم بود منو نابود کرد. بعد جالب همون دکتری که من عمل کرد 20 ساله میگن این علی دبیر رو عمل کرد، نمیگن خراب کرد، میگن عمل کرد، یعنی 20 سال مشتری داره. خب یعنی میگی مثلا نسبت به 20 سال گذشته اصلا تکنیک های پزشکی اون قد عوض نشده. ما مثلا تو زانو بی نظیریم، تو کمر خوبی، ولی من تو کت با همه احترامی که قائلم، با همه احترام نشنیدم. چرا میگن ما خوب که من دارم قهرمانی در تراز حسن یزدانی من قرائن و شواهد رو از هر کی میپرسم دارم میبینم، به نظر میرسه داریم مجبور میشیم به اون سمت بریم که کامران بیاد. نه نه ما اول که واقعا ما اول هدف اولمون اینه که اصلا همه دوست داریم اصلا یزدانی باشه، ما تیممون میخوایم قوی شه. ولی من به شما ایست بگم آقای یوسفی، من قبل برنامه هم با هم صحبت کردیم، من عزیزترین رفیقم پژمان درستکاره دیگه، اونم میخواستم بپرسم. آره من هنوزم بگم من تصمیمم فنی نبوده در مورد تعویض سرمربی تیم. بله بله من تصمیمم فنی، من هنوز پژمان درستکار خیلی قبولش دارم، هم خیلی دوستش دارم، عاشقشم، خیلی هم دوستش دارم. یعنی من اولین نفری که تا حالا 4 بار با من سر پژمان دعوا کرده مادر خودمه. یعنی میگه اونم اعتقاد داشت اصلا با من دعوا داشت. من ولی رو درواسی تو کار ندارم، تصمیم من فنی نبود. ایمان داشتی که هنوزم ایمان دارم خوبه. من تصمیمم مدیریتی بوده. من مدیریتی یعنی تحت فشار افکار نه، عمومی نه، یعنی نه نه اصلا من واسه مهم نیست این چیزا. من ناراحت بودم که پژمان چرا استعفا داده. من استعفا رو من همیشه سیستمی دارم دور از جون پژمان که برادر منه، از برادر به من نزدیکتره. من میشه میگم نه برای استعفا میده یا واقعا ضعیفه یا میخواد ازت امتیاز بگیره. حالت سومی وجود نداره. من توقع من واقعا دوست نداشتم پژمان این کارو بکنه. من اگر استعفای پژمان رو قبول نمی‌کردم از فردا سیستم مدیریتی مو نمیتونستم تو فدراسیون مدیریت کنم. دیگه همه دنبال استعفا بودن. من تصمیم مثلا هنوزم خودم خیلی جا ناراحتم. یعنی من هم دوستش دارم هم قبولش دارم به هر چی بگین. یعنی که از به شما دارم میگم مادر خودم، خواهرای خودم، داییم، رفیقای خودم همه دست من ناراحت شدن، ولی روحیات منو میدونن. من میخوام استعفاشو قبول کردی ناراحت شدن از خودم ناراحت. من تا 7 من آدمم 9 شب میخوابم، تا 7 صبح بیاس من نخوابیدم تا صبح سر اون تصمیم. ولی واسه تیمم به خاطر فدراسیونم مجبور شدم این کارو بکنم، مجبور شدم. دیگه این بچه‌ها وقتی با رفیق خودم این کارو بکنم دیگه کامران و حسن مشخصه من برای تیم ملی کشورم هر تصمیمی به نفع تیم ملی کشورم و مردم کشورم باشه میگیرم بدون تعارف بگم. فشارم زیاده روی شما. به نظر درسته به قول شما اون روز تو تلفن میگفتی درسته تکواندو هست، وزنه برداری هست، یه تکرشته هایی داریم که ممکن اتفاقی بیفته. من در مورد تیممونم کشتی بالاخره من در مورد تیممونم توضیح میدم. پس در مورد 86 هر احتمالی واقعا هست، هر احتمالی هست، اینکه حسن آقا انتخاب بشه، اینکه کشتی بذاریم، اینکه هر چی بگید بستگی داره به کتف حسن آقا. ما بر اساس حسن تصمیم میگیریم، ولی حتما اشتباهی که دوره خود من شد، من بدون تست رفتم، اونو انجام نباید بذاریم. بعد حسن یه تست بشه به خاطر خودش. میخوام چی بگم، یعنی امیدوارم حالا این فکرام کامل توضیح دادم. در مورد تیمم آقای یوسفی، ما از سال 1980 که حالا 80-84 که اصلا نرفتیم، از 88 که دیگه کشتی مرتب بود کلا 3 تا طلا گرفتیم، البته با کمیل قاسمی که بعد نفر اول دومی شدن اومده، ولی خب از روز سکو 3 تا گرفتیم. چجوری میشه من نمیدونم که مسابقه رو ما 2-3 تا طلا میگیریم؟ من به مردم میگم اصلا همچین چیزی نیست. کجا ما مثلا تو آزاد میتونیم بگیریم؟ رو فرنگیرم توضیح میدم، اصلا من بلد نیستم دروغ بگم. ما آزاد و فرنگی با هم یه طلا بگیریم بردیم، یه طلا بگیریم بردیم. همیشه کاروان کشتی یه طلا گرفته برده. مثلا کجا؟ مثل ما تو توکیو، مثل دوره قبلی، دوره آقای حسن یزدانی که کشتی یه طلا دوره حسن گرفت گفتن برد.
قبلش آزاد تو 2012 نگرفت، گفتن باخت. فرنگی 2012 رو جدا بکنیم، یه استثنایی بود که اونم من به شما بگم، اون حاصل کار، حالا من و اون حاصل کار وزارت ورزش و اینا نمیدونم اون زمان، اون حاصل کار 10 سال محمد بنا با 5 سال 6 سال خدا بیامرز آقای یزدانی خرمه، خدا بیامرز. ببین من دوره ایشون سالی یه بار با هم فقط سلام علیک میکردیم، ولی بعد کار خوبش رو بگیم آه. کار کرد ایشون، به شما میگم زمان ثابت میکنه. آدمی که روز من نقدش میکردم شده میگم زحمت کشیده محمد بنا، 10 سال بابت اون کار زحمت کشید و بچه هایی رو تربیت کرد. فرنگی اومد بالا، مثلا رئیس هیئت اون موقع فارس 20 سال زحمت کشته بود که امید نوروزی بیاد. بعد آقای امید نوروزی یا حمید سرین استثناهایی بودن که اومدن همه به هم خوردن. محمد بنام 10 سال اینا رو خوب تونست با مهرهاش بازی کنه. اون یه استثناست. من شما ببینید اون استثنا رو بذاریم کنار، اون ستاره رو بذاریم کنار، فرنگی ما یه طلا داره گرایی. چجوری دفعه ما توقع داریم توی یه دور من بیام ستا بگیرم؟ شاید به خاطر اینکه این همه خوب شدیم دیگه. نه حتی همون رسانه‌ای که به قول شما به روی خودشون هم نیارن، ولی احساس میکنن خوب شدیم. شاید این امید رو بالاتر ببین اگه بگیم من ما یه برنامه‌ای نوشتیم، چه من باشم چه نباشم. رئیس فدراسیون بعدی هم هر کی بیاد مجبور این راه رو بره. ما به هم روزی که اومدیم قبل از المپیک توکیو ما برنامه رو نوشتیم 2019 واسه 2028. فکر کنم همین جوانان و اینا برای 2028 فکر کنم ستاره بشن. تیم نوجوانان ما پارسال با پارسالای با فاصله 40-50 امتیاز قهرمان دنیا شد تو ترکیه نوجوانان. من اونجا یه پستی گذاشتم، دادم اون کسی که ادمینه، یه پستی گذاشت گفتم بنویس که این اسامی رو به یاد داشته باشید، اونا کسی هم که تو 2028 ببینید چی کار میکنن. ما تیممون نیست. ببینید آدم باید صادقانه با مردم صحبت کنه. این برنامه زندگی پس از زندگی رو نشون میده کانال 4، واقعا بی‌نظیره. خیلی من عاشق این برنامه‌ام، بی‌نظیره. یه چیزیشو نشون میداد، طرف میگفت شیطون میومد زبون منو میکشید بیرون، به خاطر هر یه دروغ میکند. والا رفته بود اون برا دیده بود. دروغ نمیتونم الحمدلله بگم، ما تیممون نسبت به 4 سال پیش بهتره. ما تیممون نسبت به توکیو بهتره، ولی اینکه بگید دو تا طلا میگیریم نه سخته. شما امروز نمیدونم نامه که من واسه آقای صدرالله نوشتم و خوندید؟ آره دیدم، حمایت درستی هم بود. آقا چرا باید یه ستاره به این چیزی بخوایم بزنیم؟ من به چند علت این دفاع رو کردم. ببین من خیلی بده آدم واسه موفقیت خودش بده بقیه رو بخواد، میشه حسادت. ما میگیم خدا رو عادتاً باید استقبال میکردی، میگفتی صدرالله هم نباشه یه رقیب کمتر، اون نباشه حتما به نفع ماست. ولی قشنگی کار حالا آذرپیرا اگر اینجا انتخاب بشه یا کسی دیگه که اونو ببره بشه، مگه حسن یزدانی رسول خادم قهرمان المپیک شدن، حریفاشون رو نبردن، خوبای دنیا رو بردن شدن قهرمان المپیک. این میشه به نظر من بدخواستن، حسادت. این یه نکته. نکته دومشون قهرمان دو تا طلای المپیک داره. من به عنوان کسی که خودم کشتی گرفتم وظیفه‌ام حمایت کنم. سوم، کشتی دنیا به اینا احتیاج داره. اینا کشتی دنیا رو رشد میده. آقای صدرالله از همه مهمتر اومدن به یه نکته‌ای به ایشون گیر دادن که خیلی نکته بدیه، که تو چرا از کشورت دفاع کردی؟ مثل الان به من میگن تو چرا بالا برنامه گفتی خدا شهیدای ما رو بیامرزه؟ شعار میدن میگن ورزش از سیاست جداست و واقعا هم نیست. نه جو اگه بود که الان بعد تیم رژیم فاسد با همه رو محروم میکردن. ببینید میگم اونا شاخصهای خودشون رو دارن. خیلی بده که ایشون مثلا اومده کشورش حمایت کرده. خب الان جنگ بشه واسه کشور ما، من و شما از کشورمون حمایت نمی‌کنیم؟ از بچه مدافع حرم، مدافع امنیت دفاع نمی‌کنیم؟ ادامه میگن چرا از اینا دفاع کردی؟ خیلی مورد بدی بود. یه سوال من از همه رؤسای فدراسیون پرسیدم، تو کشتی شاید این کم رنگ‌تر باشه، یعنی امیدوار کننده تره. ما تو نوجوانان و جوانان میریم خوب میشیم، یهو این یه حلقه مفقوده ای داره. اینا میان به بزرگسالان افت میکنن، اون خروجی رو نداره. تو کشتی یه خورده کم رنگ‌تره ولی بازم هست. دلیلش چیه و آیا ما این رو رفع کردیم؟ الان شما همین تیمو نگاه کنید، کشتی آزاد جوان، همین همین بچه‌هایی که هستن پارسا قهرمان شدن، الان 3-4 الان جوان اومده تیم ملی بزرگا. امیررضا هست، شاکری تقریبا، آقای خرمدل، امیرحسین زاره، رحمان عموزاد. من بگم من آقاشو نمیگم، همشون آقانا. محمد نخودی،
یکی دو تا دیگه هم بودن. حالا این بچه‌های ما دو سال از جوانانشون یه کشتی نگرفتن، زود تیم ملی بزرگا شدن. من بچه‌ها میدونن من خیلی اعتقاد دارم به بچه‌های جوان. من میگم تو المپیک به 22 ساله بیشتر زودتر مدال طلا میدن تا به 27-28 ساله، چون تو ورزش دو حالت داره تو المپیک. حالا یا باید خیلی بفهمی یا باید نفهمی. مثل میگن زود زنبتی تا نفهمیده طرف زنبگیره. نفهمی یعنی که یه طوری باشه که اون استرس و اینا رو دیگه داشته باشی. یا باید مثل حمید سوریان یه استثناء باشی تو 27 سالگی بگیری، یه سوپر استار باشی که قشنگ همه چی بیاد. یا باید مثلا مثل من که مثلا سنت کم باشه که ندونی چی به چیه. این خیلی اثر داره. بعد اعتقاد دارم بعد بچهای جوان ما می‌خوایم تیم اعزام کنیم. ما 70 تا اعزام داریم در سال، الحمدلله بی سابقه است تو کشتی. ما اعزامایی که داریم من باور دارم توی مسابقات بین المللی بچه ها رشد میکنن. جوان های زیر 21 سال هم میفرستم، بعد میان آقا میبازه. مثلا شما همون آقای خرمدل مبین، امیر رضا، همین بچه های ما الان تیم ملی جوان هم 4 تا 5 تا مسافرت رفتن تا حالا. بعد میگن چرا این کارو میکنی؟ میگم ببینید من اگه اینا رو مسابقات بین المللی بفرستم ببازن، باختاشون رو اینجا میدن. کشتیگیر جوان واسه اینکه بیاد تیم ملی بزرگسال بشه، منصور خان ورزگر حرف خوبی زد، میگفت 2 سال بعد، اصطلاح ایشون رو میگم، گفت 2 سال بعد بدنت پر کنه. مسابقه اینو 6 ماه کم میکنه. من خیلی سنتیشو بخوام بگم، ولی مربی مهمه که آقا مثل آقای محسن کاو واقعا این کارو بلد بود، خدا رحمت کنه. استاد این کار آقای موئیزی پور بود، خدا بیام با هم با یه سبکی. من علی حیدری، علیرضا رضایی، پژمان درستکار، مراد محمد، محمد طلایی، همه ما رو اون کرد تیم ملی. یعنی بچه بودیم 19 سال بود همه رو کرد تیم ملی بزرگا. آقا واقعا الان خدا رو شکر آقای محمدی رو اومده وایستاده. واقعا این کارو چند تا مربی خوب، حالا از نظر من، شاید کسای دیگه هم باشن، من خیلی چیز نشناسم. من اصلا شرطم با آقای محمدی آقا غلام اینه که آقا غلام من تیم ملی بزرگا میخوام. یعنی شما که امیر حسین زاره 22 سالشه، بچه 19 ساله داره میخواد بیاد ببرتش. بله. آوردیم پایین. الان امروز به بچه‌ها نشون میدیم این دغدغه ما کمتره نسبت به رشته های دیگه. جوانان و جوانان ما میتونن بدون آسیب و با همون کیفیت برسن به بزرگسالا. ما اگر کمیتمون زیاد بشه کیفیت هم میره بالا. ما یه روزی 30,000 تا کشتیگیر بودیم تو ایران. الحمدلله امروز شدیم از یه چهارپاله 430,000 تا شدیم. شما مسابقه های پهلوانک های ما رو ببینید، هر مسابقه 3,200 تا تو هر استان زیر 500 تا نیستن. فقط پهلوانک ها نونهالانمونن اینا. شما حساب کنید فقط همینا 5,000 تا هر استان داشته باشه میشه نزدیک 150,000-160,000 تا اینا. رده نوجوانان، جوانان، بزرگا، اینا مثل فوتبال برزیله، سخت انتخاب میشن، ولی تیمی که انتخاب بشه قوی میشه. ما تو هر وزن اگه 5-6 تا خوب داشته باشیم، بعد اینکه ما انتخاب تیم ملی رو، روز اولی که اومده بودیم میگفتین چقدر؟ 30,000 50,000 تا کشتی زیر با کرونا اومدیم زیر 30، نزدیک 30,000 تا 30,000 تا. الان ما چقدر کارت به دست 400 و ببینید ما خیلی نه ما ببین خیلی که کارت ملی نمیان بگیر، ما نزدیک 200-300,000 تا کارت ملی داریم. ما یه کارت ملی داریم به اسم خود کشتی قشنگ مثل کارت ملی زدیم، هر کی کارت شناسایی داره. ولی خب یا با بیمه وزارت ورزش که میکنن، بیمه درمانی که میکنن مشخص میشه، ولی خیلی همون هم انجام نمیدن. مثلا من یادم ما میرفتیم باشگاه خودمون سجد 13 آبان 5 نفر لباسمون رو شیم تو یه ساک، اون میرفت تو، بعد ما میرفتیم تو که بتونیم بریم تو. خیلی اینجوری هم میرفت، یعنی حتی از لحاظ آماری حدود 15 برابر شدیم نسبت دیگه. من به لحاظ قله چیز بلد. وقتی قوی تر میشه دوباره بچه ها میان، دوباره خانواده ها علاقه مند میشن. کار ما نیست، کار ما نیست. ما فدراسیون کارش فقط اردو گذاشتن و اعزامه. 277 خانه کشتی تو 4 سال ما ساختیم با هیئت هامون. کار اداره کلاست، کار ما نیست. ولی ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم. از هر جا تونستیم سالن اضافه کردیم. اگه میخوایم توسعه بدیم باید مربیامون بیان آموزش ببینن. مربی ها من هنوزم اعتقاد دارم باز همه اینا پاشنه آشیل ما نیست. پاشنه آشیل ما مربیای کشتی هستند که باید دانش افزایشون رو بیشتر بکنند. پاشنه آشیل ما اونجاست. ما 2-3 دقیقه پایانی آقای دبیر عزیز. اولا که تشکر میکنیم از حدود نزدیک به 3.5 میلیون نفری که تا به این لحظه در رأی ما شرکت کردن. امیدواریم 2-3 روز آخر رقابت جذابتر هم میشه، همه اومدن پای کار. صحبت های پایانی شما رو هم آقای دبیر
بشنویم. فکر کنم که حالا بخواین ده حد یک دقیقه بعد یک دقیقه دو نه خیلی ممنون بابت دعوتی که کردید و من مردم بدونن ما مخلصشونیم. من فقط یاد گرفتم کار کنم، دروغ نگم، اون چیزی که لازمه رو انجام بدم و دوره قهرمانی منو دیدم. من همون تیپی هم، همونجوری کار میکنم همونجوری. ولی آدم باهم با مثلا یه جای آدم تو سنش خیلی شاید مثلا 19 سالگی شرایط سنین شیطونی یه آدم 46 7 ساله دیگه نمیتونه اونجوری مثلا من میگم تو خیلی شیطون بودی چی شد اینجوری بودی؟ آروم شدیم دیگه. ما به شما به نمایندگی از ملت خدا قوت میگیم. ممنون شما از همه مردم. ان شاء الله خسته هم نباشید. شاید اگه از ما بدی دیدن ما رو ببخشن. حلال ان شاء الله که همچنان موفق باشید. ما آوازه جانم میخواییم بدیم برنامه دست اول. ببخشید یه 3-4 دقیقه از وقت برنامه دست اول رو هم گرفتیم. دوستان دست اول رو میتونن بعد از ما تماشا کنن. آقای دبیر هم انشالله موفق باشن. انشالله آوازه تیمشون از پاریس با موفقیت های بیشتر برگرده. همه رده های سنی حال دل ملت رو همچنان خوب بکنن با موفقیت هاشون. آقا خیلی ممنون. خدا نگهدار شما و به امید دیدار.